پیانو به عنوان کاملترین آلت موسیقی و مادر سازها شناخته می شود، چون این ساز قادر است محدوده بسیار گسترده ای از اصوات را تولید کند و در شکل فعلیش بیش از 7 اکتاو دارد. این ساز در غرب سابقه چند صد ساله دارد، ولی تا اواخر قرن 19 هم به ایران وارد نشده بود. اولین پیانو با مکانیزم امروزی در قرن 18 هم ساخته شد، در فلورانس ایتالیا. اما پیانو چطور وارد موسیقی ایران شد؟ برای یافتن پاسخ این سوال با محمود خوشنام، پژوهشگر موسیقی، ملاقات کردم. اولین بار شاید حدود 210 سال پیش، 215 سال پیش پیانو وارد ایران شد، اونم به صورت هدیه از طرف سفیر فرانسه در ایران به فتحعلی‌شاه قاجار. ولی متاسفانه اشکال بزرگ این بود که کسی نبود که پیانو رو بنوازه و کسی نمی‌شناخت اصلا این ساز رو. به نتیجه این به صورت یک شیء تزئینی در تالار مجلل دربار فتحعلی‌شاه نگهداری می‌شد. بعدها ناصرالدین شاه در سفری 4 عدد پیانو خرید و به ایران آورد. محمد صادق خان سرورالملک که در دربار او سنتور می نواخت، کشف کرد که پیانو شبیه سنتور است و می توان آن را کوک کرد. در 120 سالی که از آن زمان می گذرد، این ساز جایش را در موسیقی ایرانی باز کرده. اما هنوز تحقیقات درباره پیانو ایرانی بسیار اندک است. پویان آزاده اولین کسی است که درباره پیانو کلاسیک ایرانی تحقیق آکادمیک گسترده کرده. او که از دوران کودکی از جمله نزد جواد معروفی پیانو ایرانی را فرا گرفته، در پایان نامه دکترایش جنبه‌های مختلف تاریخچه پیانو ایرانی از آموزش و نوت نویسی تا نوازندگی و آهنگسازی را تحلیل کرده. او که سبک‌های نوازندگی اساتیدی چون معروفی و محجوبی را بررسی و مقایسه کرده، معتقد است که تکنیک پیانو نوازی ایرانی منحصر به فرد است. مرتضی خان محجوبی تکنیکای مخصوص به خودش داشته، مثلا ریپیتیشن تون یا اون نوتای تعریض رو که از تقلید در واقع نوت از تار هست، اینا رو اومده با یک انگشت و به شکل ثابت با یک انگشت میزنه. مثلا میزنه برخلاف موسیقی کلاسیک اروپایی که تو پیانو کلاسیک اروپایی ما تکرار یک نوت رو با چند انگشت داریم، یعنی اینجوریه، ولی مرتضی خان محجوبی میاد به این شکل میزنه. پویان آزاده همچنین با بررسی دستخط مرتضی محجوبی شیوه نوت نویسی مخصوص او را تحلیل کرده. مثل زبان فارسی که از راست به چپ هست، این هم از به شکل یعنی از راست به چپ نوشته میشه. کشش نوت ها توش نمایش داده شده، فراز ها رو توش نمایش داده. و خیلی چیزی که جالبه، اینا داینامیک هم هست، یعنی مرتضی خان محجوبی به هر شاگردش به یه شکلی ردیف رو درس میداده، با هر کدوم با یه دستگاهی شروع میکرده. اما در واقع این جواد معروفی بود که نوت نویسی را به سبک غربی برای اولین بار وارد پیانو کلاسیک ایرانی کرد. جواد معروفی یه مقدار تأثیرشون بیشتر از طریق استادش کنون وزیری که تو آلمان تحصیل کرده و اروپا تحصیل کرده بود، از اون تأثیر هارمونی غربی و تیرس و اصلا ساختار آکورد که بر مبنای فواصل سومه اومد استفاده و کارا رو یه مقدار هارمونی رو تو کاراش به سمت موسیقی غربی برد، آکوردهای سه صدایی، چهار صدایی استفاده کرد. اینجوری بعد از انقلاب تحصیل پیانو ایرانی به صورت آکادمیک در دانشگاه ها حذف شد. امید موسیقیدانهایی مثل پویان آزاده این است که با روشن کردن غنا و وسعت امکانات این ساز در نوازندگی و آهنگسازی در موسیقی کلاسیک ایرانی، پیانو ایرانی به عنوان یک رشته تحصیلی در کنار رشته های دیگر موسیقی در ایران قرار بگیرد. بامداد اسماعیلی، هاله، آلمان.